بیایید با هم بریم آشپزخانه سلطنتی. نوشته بود که غذای مورد علاقه جناب شاه در هر صورت باید توی منوی هفتگی جای داده میشد و اونم جوجه و گوجه فرنگی همراه سیب زمینی برشته بود. موزه آشپزخونه سلطنتی با 800 متر زیربنا یکی از دیدنی ترین بخشای کاخ سعدآباده که حدود 50 سال پیش زمانی که میهمانانی برای خانواده سلطنتی میرسید معمولا توی این کاخ از اونا پذیرایی میکردن. توی این آشپزخونه حداقل 20 نفر آشپز تدارک غذاهای مهمانی رو میدیدن که میگن حداقل 15 نفرشون از سرآشپزان معروف تهران بودن. این قسمت هم که اتاق غذاخوری کارکنان توی بوده. این 20 نفر یه نفر همیشه ناظر بوده و اونم جناب علی کبیریه که سرآشپز محبوب خاندان سلطنتی بوده. وسایلی که حالا توی این آشپزخونه سلطنتی میبینید همون وسایل 50 سال پیش نیستن، بلکه یه بار تو سال 54 همه این وسایل عوض شدن و وسایل جدید رو از یه شرکت آلمانی گرفتن که یعنی حدوداً یه چیزی هلوش 3-4 سال تونستن از این وسایل استفاده کنن. اینجا هم که وسایل مختلفی هست مثل رند برقی ایتالیایی، دستگاه برش گوشت، بیفتک کوب، دستگاه قهوه ساز و کلی دستگاه و وسایل دیگه. یه چیز جالب بالای سینک ظرفشویی دیدم و نمیدونم چه، چون هیچ جای دیگه ندیده بودم. شاید یه مدل آبچکان باشه. نظر شما چیه؟ خودرویی هم که جلوتر میبینید یه خودروی تمام برقیه که توانایی حمل 500 کیلو بار رو داشته و وظیفه جابجایی ظروف و ابزار سنگین آشپزی رو تو محیط سعدآباد داشته. اینم که دو تا از نمونه غذاهای منوی سال 46 و 53 توی کاخه میتونید دستتون رو نگه دارید بخونید.